درود بر شما دوستان عزیز خیلی سریع در خصوص مسائلی که بیشتر و تحلیلی شد در لایف ها گفتم صحبت میکنم در موضوعیت جنگ روانی که رژیم در پی اونه و ایجاد فلج ذهنی ببینید الان اعتصابات خیلی گسترده امروز به خصوص آغاز شد ولی در شهرهای بزرگ ما شاهد یک نوع فلج هستیم چون ذهن ها فلج شده انقلاب اول در ذهن اتفاق میفته ذهنی که برنامه ریزی میکنه الان چه کنم امروز یه قدمم چیه یادتونه هم صحبت میکردیم هر روز یه قدم بردار این اتفاق چجوری میفته یک با بمباران های, بمباران های خبری بیمورد خبرهای درست ضد و غلط اینو قبلا گفتم فردا قرار فلان رو اعدام کنن بعد دوباره میگن نه قرار نیست اعدامش کنن تا این ده دقیقه ربی که این تکسی به این خبر بیاد اون یکی خبر رفته شده ترند یک تا تکسی بشن بیاد تا بقیه بفهمن اوه کلی بحث و جدل صورت گرفته از اون مهمتر بس فوتبال دیدن نتونستن مردم رو بکشونن زیر پرچم خرشنگ نشان جمهوری اسلامی متحد کنن مثلا بعد از بازی ایران بز اومدن یه تئوری ساختن یه سناریو ساختن که جمهوری اسلامی چون میترسید از قبل که نکنه ایران صعود کنه یا آمریکا رو ببره مثلا مردم بیان حضور میلیونی داشته باشن کاری کرد که تیم ملی مثلا شهرش خراب بشه انگار برای جمهوری اسلامی کاری داشت که مثلا اگه میترسه که ایران صعود کنه بگه آقا این بازی این بازی این بازی رو همه رو بباس کمان اینکه این کار قبلا هم کرده مقدماتی جامعه 94 بچه های تیم ملی بپرسین از علی آقا کریمی بپرسین که با اون بچه های در ارتباط بود خب کاری نداشته براش که تیم دست خودشه ولی این سناریو رو میارن حالا این سناریو البته غلطه ولی شو بحث تو جامعه میندازه این بحث میکنه اون بحث میکنه این میگه درسته اون میگه غلطه و و الاخر و سبب میشه که ذهنها سردرگم بشه بین درستی و غلطی چیزهایی که نه درستیشون و نه غلط بودنشون اهمیتی برای انقلاب داره یعنی ذهن ها به جایی که متمرکز باشه من امروز میخوام چی کار کنم برنامه برای امروز چیه برنامه برای فردا چیه ببینم کدوم فراخان ها رو مثلا اومده برم دنبال کنم حالا میخوام دنبال کنم زنگ بزنم به دوستان بگم مثلا شما بیاد اینجا بریم اونجا این کارا رو بکنیم که میدونید خب ذهن درگیر اینه که مثلا گلشیفت فراهانی اومد گفتش که تیم ملی رو خواستن از مردم جدا کنن فریب خوردیم اون یکی بگه نه این حرف مزخرفه اون یکی بگه نه درسته و تبدیل میشه به گفته گفتگوی بی حاصل ذهن در گفتگوهای بی حاصل سردرگم میشه وقتی سردرگم میشه دچار فلج ذهنی میشه وقتی دچار فلج ذهنی شد دیگه هیچ کاری نمیکنه یعنی نیروی سرکوبم تو خیابون نباشه اونم تو خیابون باشه باز میگه واول کن دیگه حالا ما که نفهمیدیم چی شد رژیم دقیقا همینو میخواد دقیقا همینو میخواد که ذهنهای شما درگیر هواشی بشه کمیته حقیقت یا به سازمان ملل بیاد چی میشه چه میشه تا 20 بیس 24 دیوده تشه خیلی هم نمیدونیم ولی یه بحث بیخودی را میفته بعد ذهن از, از انقلاب منحرف میشه کیان پیرفلک هفتمش یادتونه قرار بود چی بشه میدونین چرا نشد چون زیر این بمباران های خبری و تئوری پردازی های مزخرف و بدون سند و بدون مدرک گم شد خواست رژیم این است تو از کجا میدونی خواست رژیم این است نامه ای در اومده فایل صوتی رو شده ها توی این درگیری ها، ذهن ذهنها فلج میشه پسیو میشه میره کنار خودش میکشه کنار و اون رژیم دقیقا همینو میخواد هر خبری که ارتباطی به کف خیابان نداره دوستان خوب دقت کنید ارتباطی به کف خیابان و امروز اینکه فوتبال ببره آمریکا رو ما بریزیم میلیونی کنیم و فلان و بسار و ولش کن خب امروز قرار چه اتفاقی بیفته امروز داره چه اتفاقاتی میفته و براش میخوام چی کار کنم خب هر خبری که ذهن شما رو از امروز و کف خیابان دور کنه هاشی است درست باشه هاشی است غلط باشه هاشی است هر خبری که براش کاری نتونی بکنی مثلا جنایت امین آباد نه سندی نه مدرکی نه چیزی ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه گفتم خبرایی که میاد یا درسته یا غلطه یا, ز... یا نام... نامشخصه در هر سه حالت وقتی ارتباطی به کف خیابون نداره گفتگو برانگیز میشه گفتگو برانگیز که شو ذهن فلج میشه سردرگم میشه به این نکته خوب دقت کنین ما احتیاج داریم یه رفرش بکنیم ذهنامون برگردیم به دو هفته پیش ذهنمون رو برگردونیم به دو هفته پیش اون موقعی که تراکت می نوشتی اون موقعی که شبنامه می نوشتی اون موقعی که فعال بودی این فعالیت قابل بازسازیه به شرط اینکه اسیر جنگ روانی فلج سازی ذهن از طریق بمباران خبری و بحثهای های بی ربط و بی خودی نشین شاد و سرفراز آزاد باشین پاینده باد ایران زن زندگی آزادی